سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید. در این ویدیو میخوام در مورد خلط پشت حلق صحبت بکنم که در فصل بهار شایع‌تر هست و شدیدتر میشه. با من همراه باشین با یک موضوع خیلی کاربردی و خیلی آزاردهنده برای بعضی ها که هم آلرژیشون فعال میشه در این فصل و هم خلط پشت حلقشون شدید میشه. چرا این اتفاق میفته و چطوری میتونیم در خونه راحت درمانش بکنیم؟ با من همراه باشید. عزیزان، در فصل بهار که شاهد ذوب شدن یخها هستیم و گرما باعث باز شدن برف و یخ میشه و آبها جاری میشه در طبیعت، در تن انسان هم در فصل بهار دقیقاً این اتفاق میفته و بعضی از بیماری‌های آلرژی شیوع پیدا می‌کنه. شاهد ترشحات اخلاط مختلف در بدن بیشتر هستیم. چرا؟ چون بدن انسان هم یک سری اخلاطی داشته در فصل زمستان، در فصل سرما، اینها در بدنش انباشت شده و در فصل گرما، شروع فصل گرما شروع می‌کنه به آبریزه، شروع می‌کنه به ترشح و بعضی وقت پشت حلق می‌ریزه، بعضی وقت آبریزش بینی، آبریزش چشم و اون چیزی که شما شاهدش هستید خیلی هم آزاردهنده هست، میرن سراغ آنتی هیستامین برای آلرژی و اینها و گاهی وقتی عفونت داره، ترشحات سبز رنگ یا زرد رنگ یا خاکستری رنگ هست، گاهی وقت هم عفونتی در کار نیست، فقط آبریزش های اضافی دارن و ترشحات اضافی و خلط پشت حلق که اینها چند تا منشأ دارن، یا حالت آلرژیک دارن و حساسیت دارن به گرده گلها در فصل بهار واکنش نشون میدن و یا به بعضی از مواد غذایی. مورد بعد عفونت سینوزیت هست که سینوس هاشون درگیره، که ناحیه سینوس ها و پیشونی و اطراف بینی در حفره های سینوس ها اخلاطی که جمع شده اینها آروم آروم ذوب میشه و از طریق پشت حلق وارد میشه و وارد معده میشه و خیلی ها این خلط پشت حلق رو به خاطر سینوس ها دارن. و مورد بعد کسانی که عفونت ریه دارن، در ریه هاشون انباشتی از اخلاط هست که ممکنه برونشیت باشه، ممکنه عفونت باشه، که برای تمام اینها راهکار هست. و علت بعدی خلط پشت حلق میتونه عفونت ناحیه حلق و دهان باشه. و جالب بدونید یکی از علت ها هم میتونه مشکل معده باشه. کسانی که رطوبت معده شون بالا هست، معده وقتی که شما حس میکنید گاهی وقتی آروغ میزنید یا بخارات معده به سمت بالا میاد، این بخارات که گاهی وقتی در شکل آروغ خودشون نشون میده، گاهی وقتی هم آروغ نمیزنید ولی این بخارات دائما به سمت بالا میاد و بخاراتی که از معده بالا میاد عزیزان در این ناحیه عمل میعان صورت میگیره و به صورت خلط اینجا تجمع پیدا میکنه. پس میتونه حتی از معده های رطوبتی باشه. من علت ها رو میگم که شما بر اساس نوع علت خودتون درمانتون رو انتخاب بکنید، چون عزیزان هر بیماری، هر عارضه یه علتی داره و ما باید علت رو بشناسیم و برطرف بکنیم. این که بریم سراغ داروهای سرکوبگر، سراغ چرک خشکان، سراغ آنتی هیستامین ها، اینها در واقع درمانگر نیستن. اینها فقط به صورت مقطعی حال شما رو خوب میکنن، ولی وقتی که شما ریشه ای علت مشکل رو برطرف میکنید، کاملا مسئلتون برطرف میشه. بریم سراغ درمان خلط پشت حلق و ترشحات آلرژیکی که در فصل بهار شیوع پیدا میکنه. عزیزانی که آلرژی دارن در فصل بهار در اثر گرده گلها و مواد غذایی مختلف آلرژیشون عود میکنه و ترشحاتی دارن از بینی، چشم و این ترشحات پشت حلقشون هم میریزه، اینها عزیزان با چند تا راهکار ساده خوب توجه بفرمایید. این راهکارهای مجربی هستش که رو خیلی ها، بنده رو بیمارانم تست کردم، جواب داده و به سادگی باورتون نمیشه. برای برطرف کردن آلرژی اینها رو انجام بدید. 1. حذف غذاهای فریز شده و سرخ کرده. ماده دومی که برای آلرژی ها سمه، آب یخه. عزیزان در فصل بهار کسانی که آلرژی دارن آب یخ نباید بخورن. به هیچ عنوان آب یخ آلرژی رو تشدید میکنه. میوه یخ، میوه هندونه که خیلی سرد هست یا آبی که به شدت سرد هست، برای اینها
تشدید کننده آلرژیه. مورد بعدی، این روش که میخوام خدمت شما بگم رهایی شما از آلرژی هست. کسانی که بیش از 10 سال آلرژی داشتن عزیزان با همین روش مجرب برطرف شده. شاید باورتون نشه، تمام موادی که بهش آلرژی دارین عزیزان جمع بکنید، اینها رو، حتی خاکه جارو، یعنی خونتون رو جارو میکنید، اون خاکستر جارو، گرده گل، چمن، برگ درخت، چیزهایی که فکر میکنید بهش آلرژی دارین، همه رو اینا رو جمع بکنید، بریزید داخل، یک مقداری از اینها رو بریزید داخل 2 لیتر آب، بذارید خوب بجوشه، کاملا ضد عفونی بشه. بعد این عصاره رو ببرید پیش متخصص طب سنتی که بلد هست و حجامت آلرژیک بکنه. یه حجامت خورشیدی، حجامت عام هست، پشت انجام میدن، چند تا خراش های خیلی سطحی میزنن بین دو کتف. بعد زمانی که یه ذره خون اومد، بعد موقعی که میخواد پانسمان کنه، از این ماده، از این عصاره‌ای که آلرژن ها رو داخلش ریختین و ضد عفونی کردین، بگین روی قسمت اون تیغ های حجامتتون بزنه، اینو بزنه، بچم پانسمان کنه. و شما بعدش ممکنه یه ذره آبریزشتون و اینها بیشتر بشه، ولی به شکل خیلی جالبی ما مواد آلرژن رو آوردیم در معرض خون شما قرار دادیم با این حرکت، و شما در واقع دارید خودتون رو واکسینه میکنید، یعنی در واقع خودتون رو در معرض اون ماده قرار میدید. مثل کسانی که آلرژی دارن به مثلا نیش زنبور و نیش زنبور رو رقیق سازی میکنن، در چند مرحله به فرد تزریق میکنن و این در واقع به مرور آلرژیش نسبت به نیش زنبور از بین میره. این یک روش علمی دانشگاهی هست و ما این رو اومدیم از روش دانشگاهی استفاده کردیم به روش در روش طب سنتی. با این روش شما میتونید آلرژی رو از بدنتون پاک بکنید. این روش امتحان شده روی بیش از 100 مورد توسط بنده و اساتیدم و همکارانم، این کار انجام شده و حساسیت آلرژی افراد برطرف شده. یعنی این کار رو که در بهار انجام میدن، تا بهار سال بعد 1 سال ایمنن، یا 90% برطرف میشه یا کامل، و خیلی اثر جالبی داره. پس اینو به عنوان یادگاری از من داشته باشید، در سال جدید این هدیه من باشه برای شماهایی که آلرژی دارید یا دوستانی که آلرژی دارن که میبینید آبریزش و اینها زیاد دارن، اینو براشون این ویدیو رو هدیه بفرستید. و اگر کامنت هم بدید به ما، اسم شهراتون رو بنویسید که ما بدونیم از کدوم شهرهای این کره زیبا هستید، خیلی خوشحال میشیم و تیم ما انرژی میگیرن. ممنون از کامنت های پرمهر شما. عزیزانی که آلرژی دارن، علاوه بر این که این نوع حجامت خاص آلرژیک رو انجام میدید، این کارها رو هم بکنید. یکی این که یک گیاهی هست به نام چای کوهی، چای پشمی، شبیه در واقع پنبه هست، این رو دم بکنید. یک آنتی هیستامین خیلی جالبی هست و گاهی وقتی از این دم نوش استفاده بکنید. 2 آب سیب زیاد استفاده بکنید. 3 سبزیجاتی که در فصل بهار هست عزیزان، سبزیجات کوهی که خاص بهار هست، اینها رو در این فصل بیشتر استفاده بکنید. بدن به شکل جالبی خودشو واکسینه میکنه، در واقع 1 سال شما بهش ایمنی میدید زمانی که این سبزیها، مثل سبزیهای کنگر، ریواس، تره کوهی، اون چیزایی که در واقع دشت و دمن و اینها در اقلیمهای مختلف رشد میکنه در فصل بهار و خاص اون فصل هست، اینها هم ضد آلرژی هستن، بدن شما رو ایمن میکنن و هم معجزه میکنن برای کبد. خواص فوق‌العاده‌ای دارن و انگار در این فصل که رویش پیدا میکنن و در هیچ فصل دیگه نیست، این فصل بهترین اثرگذاری رو دارن در پاکسازی بدن، پاکسازی کبد، رقیق کردن خون، که من خیلی نمیخوام بهش بپردازم. فقط اینو بدونید که از این سبزیجات بیارید کوکو استفاده بکنید، به صورت کوکو سبزی، به صورت هر طوری که میتونید، در واقع تو نون میزنن بعضیا، قدیمی ها مناطق مختلف ایران این سبزی ها رو میارن داخل نون میزنن، خیلی کار عالی هست. اینا رو استفاده بکنید، یکی از اون داروهای ضد آلرژی هست که شما میتونید ازش بهره ببرید. عزیزان، برای درمان قطعی آلرژی خودتون ویدیوی ممنوعات ما رو حتما ببینید، رعایت بفرمایید. به علاوه این دستورالعملی که در این ویدیو برای بحث آلرژی گفتم انجام بدید، با خیال راحت شما میتونید با آلرژی خداحافظی بکنید. برای درمان سینوزیت چند تا کار رو شما باید انجام بدید. یکی قطره بینی هستش که میگم خدمت شما، یک استکان عرق نعنا یا نصف استکان عرق نعنا،
یک قاشق چایخوری عسل حل بکنید توش، هر شب 5 قطره تو این سوراخ و تو این سوراخ به فاصله یک دقیقه یک دقیقه، یعنی یک دقیقه قطره اولو میچکونید، یک دقیقه صبر میکنید، قطره دوم یک دقیقه بعد، 5 قطره در 5 دقیقه میچکونید. ناحیه اطراف بینی پیشونی رو با روغن کنجد یا روغن زیتون یا روغن سیاهدونه آرام ماساژ میدید در طی این 5 دقیقه. این باعث میشه که این اخلاطی که در این ناحیه هست رو ذوب میکنه و به مرور حلش میکنه و خارج میکنه. فقط نکته ای که هست اینو بدونید که حتما بایستی دو سه تا کلاه داشته باشید، کلاه شب خواب داشته باشید، کلاهی که میخواین بخوابین سرتون بکنید، کلاه بعد از حمام داشته باشید، یعنی بعد از حمام به مدت یکی دو ساعت کلاه سرتون بکنید. سر بایستی در معرض سرمای ناگهانی قرار نگیره، در معرض باد کولر قرار نگیره تا سینوزیت شما کاملا برطرف بشه. چه زمانی متوجه میشین برطرف شده؟ زمانی که این قسمت ها رو دست میزنید فشار میدید درد ندارید، زمانی که باد سرد میخوره بهتون درد ندارید، زمانی که بستنی یخی میخورید که البته خیلی توصیه نمیشه ولی پیشونی بعضیا درد میگیره، این نشانه این هست که اینها عفونت و خلط در ناحیه سینوس هاشون وجود داره. وقتی این علائم برطرف شد، شما سینوزیتتون برطرف شده و شما میتونید اون کلاه ها رو کم بکنید. وقتی هم که بیرون از خونه میرید، بیرون از منزل، باعث کلاه سرتون کنید یا سر خودتون رو ببندید، خصوصا ناحیه پیشونی در خانم ها که خیلی حساس تر هست. کلاه بعد از حمام خیلی مهمه عزیزان. بعد از حمام باعث آرام آرام بدنتون سرد بشه، چون حمام گرم هست و شما اگر یک دفعه در مجاورت سرما قرار بگیرید باعث میشه که این سینوزیت شما اوت میکنه. و بعضی ها هستن که میگن ما سال هاست که سینوزیتمون درمان نمیشه چون این نکات رو رعایت نمیکنن. اینا رو رعایت بکنید، خلط پشت حلق بخش عمده ایش به خاطر سینوس ها هست و این سینوس ها رو با قطره ای که گفتم، روغن مالی که گرم و بخور، بخوری که شما قبل از این قطره، قبل از اینکه میخواین قطره عرق نعنا عسل رو تو بینی بچکونید، 5 دقیقه بخور بدید، بخور بابونه، یک مشت بابونه بریزید تو آب جوش یا پیاز خورد کنید بخور بدید، فوق العاده اثر خوبی داره. یا این گیاهانی که در دسترس دارید، نعنا، گیاهانی که اثر آنتی بیوتیکی داره، حتی سیاه دانه، یک قاشق سیاه دانه بریزید خوب بجوشه و بخور سیاه دانه بدید، اثر فوق العاده داره برای پاکسازی سینوس ها و خلط پشت حلق بسیار اثر خوبی داره. عزیزانی که سینوزیت دارن، اینها خیلی وقت دچار سرفه میشن. سرفه هایی که به خاطر تحریک گلو اتفاق میفته خیلی وقت به خاطر سینوزیت هست و ترشحاتی که میریزه و باعث تحریک گلو و سرفه میشه. بنابراین این دستورالعمل که سینوزیتتون رو برطرف بکنید، سرفه هم برطرف خواهد شد تا حد زیادی. کسانی که میخوان در ناحیه حلقشون دچار عفونت نشن، چند تا کار رو انجام بدن. یکی این که قبل و بعد غذا نمک بچشن، یکی این که از چوب مسواک استفاده کنن. چوب مسواک، ویدیوی مسواک ما رو ببینید، چوب مسواک آنتی بیوتیک های بسیار جالبی داره، روزی چند بار شما میتونید بزنید. مورد بعد نوشیدنی هستش که این نوشیدنی خلط گلو رو کاملا پاکسازی میکنه. این نوشیدنی عزیزان، این رو درست بکنید، هم میتونید میل کنید، هم قرقره کنید، هم تو بینی در واقع استنشاق کنید و در واقع خوب بکشید که بره داخل بینی و از ناحیه حلق اگه خارج بشه بهتره. این نوشیدنی چی هست؟ یه لیوان آب، یه قاشق سرکه خونگی، سرکه طبیعی که طرز تهیه سرکه هم در سایت دکتر گرین لایف گذاشتیم، میتونید مراجعه بفرمایید ببینید، و یه قاشق چایخوری هم نمک. این نوشیدنی عزیزان میتونید اول یه مقداری قرقره بکنید و برگردونید، کاملا ناحیه حلق رو شستشو بدید. برای سرماخوردگی فوق العاده است، برای پاکسازی ناحیه حلق بسیار بسیار عالی هست. اون سرکه‌ای که داخلش هست و اون نمک ترکیبی میشن که اثر ضد عفونی کننده بسیار قوی در ناحیه حلق دارن. و اگر سینوس های عفونی دارید، یعنی ترشحات خلطتون رنگی هست، در واقع زرد و سبز هست، نشان از عفونت فعال در بدنتون هست و میتونید اون رو کف دستتون بریزید بکشید یا با اون وسیله‌ای که هست توی بینیتون در واقع تزریق بکنید و اجازه بدید خوب بینی شستشو پیدا بکنه، اثر بسیار عالی و خوبی خواهد داشت. و میتونید یه مقدارش هم در طی روز میل بکنید، آب و سرکه و نمک
خوردنش هم از درون هم البته نمکش نمک طبیعی ارگانیک باشه خیلی بهتره، اثر آنتیبیوتیکی بسیار خوبی روی کل بدن شما خواهد داشت. عزیزانی که عفونت ریه دارن، برای برطرف کردن عفونت ریه از سیر ترشی استفاده بکنن، از سیر و سرکه، همون ترکیبی که سر سفره های هفت سین میذارن و یک ترکیب حکیمانه است. خصوصا اگر سیر ترشی باشه که این سیر ترشی کهنه باشه، چند سال گذشته باشه، داروی بسیار قوی هست برای پاکسازی ریه. برای عفونت ریه کافیه که 2 هفته فرآورده‌های حیوانی رو حذف کنید، نه لبنی نه گوشتی استفاده نکنید، قند و شکر هم حذف بفرمایید و شربت عسل و مواد آنتی بیوتیک طبیعی مثل نعنا، پونه، آویشن رو و سیر رو به همراه عسل هر 8 ساعت میل بکنید، از درون باعث میشه که عفونت ریه شما پاکسازی میشه. و مورد آخر در مورد معده هایی که رطوبتش زیاد هست که باعث بخاراتی میشه که این بخارات میاد بالا و خلط پوچ حلق رو تشدید میکنه و ایجاد میکنه، این افراد بعد از غذا ترکیب نمک و سماق و آویشن رو یک ترکیبی درست بکنن، نمک ارگانیک، سماق و آویشن، پودر کنن، میل بکنن. این ترکیب رو، سماق و نمک و آویشن رو، هم بعد غذا میل بفرمایید مقداری و هم در بین روز هر 1 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، 2 ساعت یه مقداری ازش بچشید. رطوبت معدتون رو کم میکنه، اثرات بسیار خوبی روی هضم غذا داره، روی پاکسازی معده داره و روی خلط پشت حلق. ضمناً شما بعد از غذا اگر مقداری زیره هم مصرف بکنید یا در اصطلاح عطاری‌ها که برید مراجعه کنید 4 زیره بگیرید، زیره سبز و سیاه و اینها با هم مخلوط میکنن، بعد غذا استفاده بکنید، معده باعث گرم بشه. گرم کردن معده باعث میشه که از اون رطوبت کم بشه و بخارات بالا نیاد و اجازه نده که خیلی خلط پشت حلق رو تشدید بکنه. بنابراین گرم کردن معده با این خوراکی ها و روغن مالی ناحیه معده با روغن سیاه دونه شب ها انجام بدید خیلی اثرات خوبی داره و باعث گرم کردن معده میشه. اگر مشکلات معده دارید، هر مشکلی دارید، ویدیوی ساختی میتونید ببینید، فوق العاده عالی هست، خیلی ها نتیجه گرفتن، میتونید مراجعه کنید. عزیزان این چنل اطلاعاتی خدمت شما گفته میشه کپی از اینترنت و اینها نیست، اینها نتیجه تجربه بیش از ویزیت 50,000 بیماری که بنده دیدم ظرف مدت 18 سال و مطالب رو در اختیار شما قرار میدم. زنگوله رو هم فعال بفرمایید که وقتی ویدیوی جدیدی میذاریم ببینید. اگر نظری هم دارید در مورد، درخواستی دارید در مورد بیماری خاصی، کامنت بدید، حتما رسیدگی خواهد شد. عزیزانی که میخوان برای پاکسازی پوست خیلی سوال کرده بودن که آیا شما کرمی رو تجویز میکنید یا نه، تیم خانم دکتر فرشته اسویدانی یک کرم بوتاکس پلاس خیلی فوق‌العاده‌ای رو آماده کردن. میتونید به سایت دکتر گرین لایف مراجعه بفرمایید. این رو من چون نتیجهش رو دیدم، رو افراد خیلی زیادی که این کرم رو استفاده کردن و نتیجه دیدن، به خاطر همین هستش که تایید میکنم اگه خواستین بوتاکس استفاده بکنید، این روش بوتاکس طبیعی و ارگانیک هست که هیچ عوارضی هم برای شما نداره، اون عوارض وحشتناک بوتاکس رو نخواهد داشت. از این کرم میتونید استفاده بفرمایید، در سایت دکتر گرین لایف گذاشتن. امیدوارم همیشه پیروز و شاد و سربلند باشین، خصوصا در این فصل نو و سال نو. با آرزوی سلامتی برای همه شما، خدا نگهدار.